امشب با یک ارمنی ایرانی تبار آشنا میشیم که از شخصیت های مطرح فرهنگی در آمریکاست. وارتان گریگوریان او دوازدهمین مدیر بنیاد کارنگی در نیویورک که توسط آنرو کارنگی در سال 1911 به منظور پیشبرد و ترویج دانش و آگاهی در آمریکا تأسیس شد. آقای گریگوریان که از سال 1997 حالا به عنوان مدیر این بنیاد فعال بوده، پیش از اون به مدت 9 سال به عنوان 16 همین مدیر دانشگاه برانز در نیویورک فعالیت میکرد. او در طول زندگی حرفه‌ای خود جوایز متعدد و ارزشمندی را هم دریافت کرده. از جمله مدال ملی علوم انسانی در سال 1998 از پرزیدنت کلینتون و مدال آزادی ریاست جمهوری از پرزیدنت بوش. توجه شما را به گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با وارتان گریگوریان در دفترش در بنیاد کارنگی جلب میکنم. پروفسور وارتان گریگوریان رئیس بنیاد علمی پژوهشی کارنگی در نیویورک یک ایرانی ارمنی تبار است که در سال 1313 شمسی در تبریز متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در ایران و لبنان به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1956 میلادی برای ادامه تحصیل در رشته های تاریخ و علوم انسانی وارد دانشگاه استنفورد شد. مسیر زندگی آقای گریگوریان آنگونه که خود آن را ترسیم می کند، مانند فرش تبریز رنگارنگ و پرپیچ و تاب بوده اما چندان سهل و آسان نبوده است. او که در کودکی مادرش را از دست داد، مجبور شد با پدر بزرگ و مادر بزرگ خود تحت شرایط سخت و محدود اقتصادی زندگی کند. وقتی بچه بودم ما وضع مالیمون خوب نبود و من امکان سفر نداشتم بنابراین از طریق کتاب و ادبیات سفر میکردم من در طول زندگیم در پاریس زندگی کردم در ورسای زندگی کردم با سه جنگ جنگ‌های زیادی رو جنگیدم و با کنت مونت کریستو چارلز دیکنز و همه اینها در دنیای تخیلاتم سفر کردم وقتی با کتاب دوست میشی دیگه دوستایی زیادی پیدا میکنی که از تو هیچ نمیخوان و بدون نیاز به خرج کردن تو رو با خودشون به دور دستترین نقاط دنیا میبرن و به این ترتیب این دوست های با ارزش و وفادار رفته رفته وارتان گریگوریان را با خود به سفرهای واقعی بردند و او به دنبال پایان تحصیلات در بیروت برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد. وقتی که وارد استنفورد شدم من هیچی راجع به امریکا نمیدونستم. حتی انگلیسی نمیدونستم. معلم زبان دبیرستانم فرم های دانشگاه منو پر کرد. آقای گریگوریان خود را فردی چند فرهنگی می داند و معتقد است که این فرهنگ ها از زندگی شخصی او جدایی ناپذیرند. من مثل خیلی از این های دیگه از پدر بزرگ و مادر بزرگم کلی چیز یاد گرفتم من خودم علم اندوختم ولی اونها به من ادب رو آموختند به ویژه مادر بزرگم از طریق قصه هایی که برام تعریف میکرد به من روش درست زیستن رو یاد میداد و بزرگترین درسی که به من داد این بود که همه چیز در زندگی می تونه مورد بحث و چونه زدن قرار بگیره به جز یک چیز و اون شعن و وقار انسانیه که اگه اون از دست بدی دیگه هیچی تو زندگیت نداری آقای گریگوریان درباره اهمیت معلمین، روزنامه نگاران و کتابداران کتابخانه ها به عنوان سه نیروی مؤثر در شکلگیری انظار عمومی و آینده جوامع صحبت می کنند. دانشگاه جاییه دلوقتي. که ما اونجا یاد می گیریم که چگونه چیز یاد بگیریم که مسلما این کافی نیست. چرا که ما باید توانایی شناخت و درک و تحلیل وقایع و رویدادها رو هم داشته باشیم. مثلا در رابطه با رشتههای های روزنامه این روزها احساس می کنم تاکید بیشتر بر چگونگی پوشش دادن خبره تا انتقال محتوای صحیح اون پروفسور گریگوریان بعد از دهها فعالیت به عنوان استاد ارشد در دانشگاه های مختلف و سرپرستی دانشگاه پنسیلوانیا به مدیریت کتابخانه عمومی نیویورک و دانشگاه براون برگزیده شد. و امروز در سمت مدیریت بنیاد کارنگی مشغول به کار است که موفق به جمعآوری نزدیک به 35 میلیون دلار کمک مالی برای بازسازی کتابخانه های آفریقای جنوبی شده است و هیته توجه خود را بر ترویج علم در کشورهای آفریقایی متمرکز کرده. او اما با وجود همه این موفقیت ها نسبت به مادیات و شهرت بی و زمانی که از او میپرسیم میخواهد در آینده چگونه از او یاد شود میگوید He tried to be a good teacher. دوست دارم بگویند تلاش میکرد معلم خوبی باشد همین آقای گریگوریان علاوه بر صدها مقاله کتابهای ای از جمله راه خانه اسلام و ظهور افغانستان مدرن را نوشته است ملودی صفوی صدای آمریکا نیویورک